اکنون تفسیر سوره ناس که این سوره در مدینه منوره نازل شده است. الله سبحانه و تعالی می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بنام خداوند بخشنده و مهربان. ای پیامبر، بگو به پروردگار مردم پناه میبرم، فرمان روای مردم، اله و معبود مردم، از شر شیطان وسوسگر بازپس رونده به هنگام ذکر الله، همان که در دلهای مردم وسوسه میکند، از جنیان باشد و یا از آدمیان. این سوره در برگرنده آن است که باید از شر شیطانی که مستر هر شر است به پروردگار مردم و مالک آنان و معبودشان پناه برد. از جمله فتنه و شر او این است که در دلهای مردم وسوسه می اندازد، پس بدی را برایشان زیبا جلوه می دهد و آنها را بر انجام آن حرکت می دهد و آنان را از انجام کار خوب باز می دارد و خیر را به صورت غیر واقعی به آنها نشان می دهد و شیطان با همین صورت همیشه وسوسه میکند، پس میرود، یعنی خود را از وسوسه کردن عقب میکشد. آنگاه که بنده پروردگارش را یاد کند و از الله تعالی برای دور شدن شیطان کمک بگیرد، پس او باید از الله کمک بگیرد و به او پناه ببرد و به ربوبیت او چنگ بزند، ربوبیتی که همه مردمان را فرا گرفته است. نیز این سوره در برگرنده آن است که تمام خلایق در دایره ربوبیت و پادشاهی الله تعالی قرار دارند، پس سرنوشت هر جنبنده در دست الله تعالی است. نیز این سوره در برگرنده آن است که انسان باید از الله تعالی کمک بگیرد و به او پناه ببرد و به الوهیتی که آنان را برای آن آفریده است چنگ بزند. انسان ها نمی توانند بندگی او را با طور کامل انجام دهند، مگر آنکه الله تعالی شر دشمنانش را از آنها دور بدارد. دشمنی که می خواهد آنها را از بندگی و عبودیت دور نماید و میان آنها از بندگی الله پرده گردد و می خواهد آنها را از حزب و گروهش بگرداند تا از دوزخیان بگرداند. و همان طور که جنها در دل وسوسه می اندازند، انسان ها نیز در دل وسوسه می اندازند. بنابراین فرمود: من الجنت و الناس، از جنیان باشد یا از مردمان، ستایش اولین و آخرین ظاهرن و باطنن از آنچه پروردگار جهانیان است و از الله تعالی می پرسیم که نعمتش را پره نماید و از ما گناه هایمان را و از بین بسیار از برکت هایش مانع شده است و خطاها و شهوت هایی که دلهای ما را از اندیشیدن آیت هایش ربوده است عف نماید و از او چشم و امید میکنیم که ما را از خیری که در نزدش است به سبب بدیه که در نزد ماست محروم نسازد، زیرا که از رحمت الله تعالی ناامید نمی شود مگر قوم کافران و گمراهان. و الله سبحانه و تعالی بر رسولش محمد صلی الله علیه و سلم و بر خاندان او و همه صحابگانش صلوات و سلام دائمی پیوسته در همه وقتها فرستد و سپاس و ستایش از آن الله تعالی که به نعمتش عملهای صالح به انجام می رساند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.